گوشی تو بگیرم. برو برو خان. آره برو دیگه. برو دیگه برو دیگه. برو دیگه. کاش جه شهریور آماده باش برای فوت تظاهرات فوت استاد شجریان. گزارش‌ها از جای جای ایران، بیانگر شکل‌گیری تجمعات کوچک و بزرگ برای ادای احترام به استاد شجریان است که این تجمعات رفته رفته شکل اعتراضی به خود گرفته و پای نیروهای امنیتی و همچنین گاردهای ضد شورش رژیم علی خامنه‌ای را به خیابان‌ها باز کرده است. خبرنگاران مستقل اشاره کردند که علی خامنه‌ای روی دیکتاتور صفت خود را بار دیگر نشان داده و تحمل دیدن محبوبیت استاد شجریان را نداشته و به همین دلیل با فشار آوردن به خانواده شجریان از آنها خواسته است که مردم را به آرامش فرا بخوانند و از سیاسی شدن ماجرا جلوگیری کنند. در خیابان ها مردم از یکدیگر میخواهند که هم میهنان اجازه ندهند که ماموران علی خامنه ای بتوانند کسی را بازداشت کنند. همچنین گزارش رسیده که تا آخرین ساعات شب هنوز همه در حال خروج از خانه ها هستند. شنیده ها حاکی از آن است که اینترنت در بسیاری نقاط کشور دچار اختلال شده است. با ما با ادامه گزارش و آخرین ویدیوها از تظاهرات مردمی شب گذشته همراه باشید. برای کاهش فشار بر مردم مقابل بیمارستان جمع در سایر نقاط تهران نیز تجمعات در حال شکل گیری است. شعارهایی که مردم سر می دهند عمدتاً شعارهای شجریان زنده باد، ایران پاینده باد و ننگ ما رهبر النگ ما است. مسیرهای پیوستن به جمعیت مقابل بیمارستان جمع مسدود شده و مردم برای همدردی در هر مکان دیگری تجمع برپا کردند. بعض بچه ها گرفتن؟ کسی رو گرفتن؟ گرفتن، من دیدم یکی دو نفر رو گرفتن، بیشتر چی؟ نمی ترسیم، از چیشون بترسیم؟ فقط دستمون خالیه که بتونیم بزنیم، بعدم گوشی هامونو می گیرم. ویدیوهای دیگری از تجمع پرشور مردم مقابل بیمارستان جمع برای بدرقه استاد آواز و موسیقی ایران با شعار مرگ بر دیکتاتور به دست ما رسیده است. مسیرهای پیوستن به جمعیت مقابل بیمارستان جمع مسدود شده و مردم در اقصا نقاط شهر تجمعاتی برپا کردند و شعارهای ضد علی خامنه‌ای و ضد رژیم جمهوری اسلامی سر می دهند. شعاری که لرزه بر وجود تمام نظام آورده و بسیار کوشیدند که امشب شنیده نشود، شعار مرگ بر دیکتاتور است. فضا کاملا امنیتی، حتی از نیروهای بانو زنم آوردن با امشهر
رو تموم میکنم دوستان. ببین اومدن تا اینجا. خب دیگه نمیشه رفت چون اینا ها دارن میان. نمیشه دیگه رفت. دوستان با امید آزادی. خداحافظ. در بیانیه ها آمده است که مردم هوشمند تهران فریب مزدوران حاضر در تجمعات را نخوردند که سعی داشتند مسیر را منحرف سازند. مردم بلافاصله با فریاد ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما به مزدوری که میگفت به رسانه های بیگانه توجه نکنید پاسخ دادند. بوق اعتراضی ماشین ها خیابان بهشتی تهران را نسبت به رفتار ماموران خامنه ای مقابل بیمارستان جمع فرا گرفته است. در تهران در خیابان مطهری مردم با در دست داشتن پلاکارد هایی که نوشته بودند خامنه ای خائن ببین که چگونه تنفر از تو و نظام آخوندی بیداد می کند به استقبال این مراسم رفته بودند. ماموران خامنه ای به سوگواران استاد محمد رضا شجریان که شعار مرگ بر خامنه ای سر می دادند یورش بردند. خامنه ای که توان دیدن محبوبیت استاد آواز موسیقی ایران را نداشته و تنفر به وجود آمده از خود را نتوانست تحمل کنه به ماموران سرکوبگر خود دستور داده که به مردم با شدت مقابله کنند. شما را به دیدن برخی دیگر از ویدیوهای رسیده به دست ما دعوت میکنیم. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.